کاش میتونستم ببخشمش. اینو تا حالا به هیچ کس نگفتم. اما به تو میگم. کاش میشد جلال تابشو ببخشم و خلاص. تا حالا به جهنم فکر کردی؟ سوال احمقانه. من هر روز بهش فکر میکنم. به نظر من جهنم یعنی انتقام هر آدم از خودش، یعنی وقتی که چهره واقعی خودش رو میبینه. زیادی بدبینانه است؟ خوش به حالت. تو خیلی راحت تر از من زندگی میکنی، بیشترم عمر میکنی. نترس، 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 رفیق تنهایی، نترس از من، نترس. من فقط مأمور عذاب جلال تابشم، نترس. خودش انتخابم کرده، انتخاب کرده تا انتقام خودشو از خودش بگیرم. مثل یه رازو بهت بگم. وقتی قصه این انتقام تموم بشه میشم خودم. اون وقت زندگی میکنم. چته؟ جوش آوردی؟ بابا من 48 ساعته چشمون تو مانیتوره. چشت درد نکنه. به چی رسیدی؟ هیچ. تو این فیلم ها که چیز مشکوکی دیگه نمیشه. آقا این منصور خاکپور کیه؟ منصور خاکپور؟ میدونم دیگه، یه خورده سهامدار چند باری هم رفته جلو دفتر تابش قیل و قال را انداخته. خب به جمال رابطه این با بهزاد جمشیدی چیه؟ تو این فیلم ها که من چیزی ندیدم. فقط خیلی اتفاقی، هر وقت اون رفته چند دقیقه بعدش هم یکی رفته. چند بار؟ چند بار؟ اتفاقی بوده بار، من باید چک بکنم. داوود هیچ وقت از کلمه اتفاقی استفاده نکن. من یه بار این کارو کردم، هنوز دارم تابونشو میدم. چطور قربان؟
15 سال پیش یه پرونده اومد زیر دستم. داستان این پرونده قدیمی رو برات میگم تا بدونی گاهی کوچیکترین نکته توی پرونده میتونه کلید حل ماجرا باشه. دو سه مرتبه توی یکی خیابونای حوالی کارخونه باش قرار گذاشتن دیدمش. یه دفعه هم پشت سولای انبار. تو این غذایی که داری میخوری مغز خره. بله. تو کارخونه باش قرار گذاشتی؟ فقط چند ثانیه، اونم چون تلفنشو جواب نمیداد مجبور شدم برم کارخونه. دیگه چی؟ کجا با هم قرار گذاشتین؟ چی گفتین به هم؟ مسئول اگه میخوای دروغ بگی سبک سنگین کن، چون من میفهمم اون وقت کلامو میره تو هم. آقا پلیسا چیزی فهمیدن؟ این جواب من نیست. به سرت قسم. قسم نخور. آقا به جون بچه‌م، به جون دخترم، همون یه دفعه دیدمش. یه دفعه هم توی دستشویی همو دیدیم. پلیس فیلم همه دوربینای کارخونه رو از حراست گرفته. اون سرهنگم خیلی کن است. یه چند روزی برو ویلای من، خوش بگذرم با خانم بچه ها؟ با هیچ کس نمیری، مخصوصا با زنت. چرا آقا؟ خوب نیست آدم افسار شده دستنش. من افسار سر خودم. جدی؟ از کی تا حالا؟ شوخی بوده، شوخی کردم. دیگه با من از این شوخی ها نکن، من جنبه شوخی ندارم. غذا تو بخور. یه آدم بود توی این پرونده که سرنخ ماجرا بود. درست روزی که قرار بازجویی داشتیم یه وانتی بهش زد و کشتش. راننده وانت آوردیم، بازجویی کردیم. یه جوون زار و نزاری بود، هندونه میورد از شهریار به تهران. یه نسخه از برگ بازجوییشو هنوز دارم. همه این شواهد نشون میداد که این یه تصادف بوده و من اون موقع فکر کردم یه اتفاق باعث شده که سرنخ پرونده از بین بره. اما به فاصله چند روز شواهدی پیدا کردم که نشون میداد تصادف عمدی بوده. بعد رسی سراغ راننده باند رفتیم، ولی آب شده بود، رفته بود تو زمین، اثری ازش نبود. خب بعدش چیکار کردی؟ رفتم سراغ خواهر مقتول که فهمیدم شبونه و بدون هیچ ردی دست بچه‌هاشو گرفته و رفته ناکجا بود. نمیدونم، ولی ظاهرا تهدیدشون کرده بودن که بدون هیچ ردی و بی خبر اونطور هراسون شبونه رفته بودن. و من هنوز که هنوزه درگیر اینم که چرا فکر کردم اون ماجرای اتفاق بوده. داوود، بهت وصیت میکنم و میگم تو حرفه ما هیچ چیزی تصادفی و اتفاقی نیست مگه اینکه خلافی ثابت بشه. پس با این حساب منصور و بهزاد بیرون کارخونه با هم قرار میذاشتن، درسته؟ اگه ادعای حامد حبیبی در مورد اینکه بهزاد جمشیدی تو فرمول قطعات دست برده درست باشه، از این طرف منصور خاکپور هم سردسته شورشی های کارخونه باشه، اون وقت نتیجه میگیریم هیچ مورد مشکوکی تو اون فیلم ها نیست؟ پاشو پاش برو منصور خاکپور رو برده بیار. هجوم. چشم برو.
واجه تو نمیشناسیش، کارش حرف نداره، ماسکش معجزه میکنه. آها خیلی خوب، پس امشب میای دیگه؟ آره اتیا شوهرم هستن، بعد نمیگذره. آره چی؟ نه بابا خیالت راحت، منصور خونه نیست امشب. مامان زود باش. خب ببین من دیگه باید برم. خب آره آره خانم خاکپور، بهت زنگ میزنم. قربونت، خدافظ. بفرمایید. از اداره آگاهی مزاحمتون میشم، چند تا سوال ازتون داشتم. از خودم یا شوهرم؟ شوهرتون الان کجاست؟ نمیدونم، کاری کرده جناب سروان؟ کی برمیگرده خونه؟ گفتم خدمتتون که واقعا نمیدونم. نمیدونید کی برمیگرده، نمیدونید کجاست، یکم عجیب نیست؟ خب منصور درباره کارش با من حرف نمیزنه. الان باور کنم؟ هر جور میل خودتونه، نمیدونم. شما شخصی به نام بهزاد جمشیدی میشناسین؟ بهزاد؟ نه. یعنی تا حالا اسمی ازش نشنیدید مثلا از زبون شوهرتون؟ مامان دیر شد. خیلی خوب. دخترتون هستن؟ دخترم هیچی نمیدونه. اینکه مامانم از بابام خبر نداره، چه برسه به من؟ مثل اینکه گفتید منصور امشب بر نمیگرده. گوشاتون خوب تیزه. چطور از این یکی مطمئنید؟ از اینکه گوشاتون خوب تیزه خب معلومه دیگه. از اینکه شوهرتون امشب بر نمیگرده. خب خودش بهم گفته، ولی نگفته کجا میره و کی برمیگرده، عادتشه. حالا چیکار کرده؟ مامان بشین الان میریم. هی میگه مامان مامان، بشین دیگه. هر خبری از شوهرتون شد با من تماس بگیرید. باشه، ولی نگفتین چی کار کرده جناب سروان؟ شما که نمیدونید شوهرتون کجا میره، با کی میگرده و کی برمیگرده، بهتر از این موضوع هم هیچی ندونید. خوب خودت زدی به اون را. ما هنوز توریست مزنونهای شماییم. پس چی؟ فکر کردی بیای اینجا خودتو بزنی به مرزی از لیست من در میای؟ فکر کنم اون دنیا هم باید به شما جواب پس بدین. اجلتاً این دنیا جواب پس بده، اون دنیا پیشکش. بگو ببینم از جریان فیلم ها غیر از ما کیا با خبرن؟ هیچ کس، فقط من و شما و خواجه حافظ شیرازی، همین. عجب، پس شما با خواجه حافظ در ارتباطی؟ شوخی کردم، این فیلم ها هم دست بخش فنیه، هم دست حراست. گوش کن آقای تابش، یه چیزی رو میخوام جدی بهت بگم. از این به بعد از حرفای ما هیچ کس نباید خبردار بشه، حتی دخترتون. یه نفر هست که به دقت ما رو زیر نظر داره، همه چی رو دربارمون میدونه، هر جا میریم یه قدم از ما جلوتره. سلام. کجایی تو؟ قربان من رفتم دم خونه. اونو نمیگم. کامپوتت کو؟ آهان شرمنده قربان، یادم رفت. همکار ما رو باش. زن و دختر خیلی مشکوک بودن، با درآمدی که خاکپور داره، داشتن همچین خونه عیونی خیلی بعید به نظر میرسه. تا توی زندگی این آدم رو در منصور تن سر نخماز. چشم قربان حتما. سبید واقعا میخوای بری بهش بگی؟ ما حرفامون رو زدیم رضا، فریبا باید بدونه. من برای آخرین بار بهت دارم میگم، داری اشتباه میکنی بابا. یارو داره ازدواج میکنه، چه فرقی میکنه که حالا بدونه یا ندونه؟ ببین فریبا، اگه یک روزی بفهمه واقعیت رو ازش پنهون کردم، هیچ وقت منو نمیبخشه. تو رو خدا دیگه ته دلمو خالی نکن، خودم به حد کافی نگرانم. فعلا. سپیده. بله یادم رفته، ممنون. یه لحظه صبر کنید. کی
که مهندس پازوکی هنو نایمده؟ نه هنوز، ولی مهمون داریم. با؟ تو کجا؟ اینجا کجا؟ فکر کن را گم کردم. آره دیگه، یهو وسط خیابون خاموش کرد. حالا بردمش میشه دوستم احسان که تعمیرش کنه. خواهرتون فکر کنم پوست از سرم بکنه. نه پشت خطم. میشه من بعدم باهاتون تماس بگیرم؟ خدا حافظ. فکر میکنی اگه بهم نگی تو کارخونه چی میگذره خودم نمیتونم بفهمم. دکترتون ممنون کرده، گفته توی دوره نقاهت فقط باید استراحت کنی. دکترها حرف زیاد میزنن بابا، مثل اینکه دکترتونه ها. تو چیزی بهش نگو. نه خیر، مثل اینکه باید باهاش صحبت کنم بگم که بیشتر نگرشون دارم. برای چی؟ برای اینکه قلبتونه مهمه. من تو اون کارخونه کارهای نیمه تموم زیادی دارم. این قلب باید بزنه تا بتونم اونا رو به سرانجام برسونم. پس باید بیشتر مراقب سلامتیتون باشیم. من چرا دستون کلاه برداری کردم؟ سلام نباشید. ببخشید، راجع به پرونده آقای امیر سامه اومدم خدمتتون. عکسشون رو. بله بله، همینجا سالی فلان کسی داخل هستن. شما اونجا وایسین تا صدات بکنه. متاسفانه شما تنها شاکی این پرونده نیستید. شاکی دیگه هم هستن. چی شد که به این آدم پول دادید؟ یه روز دخترم منو برد نمایشگاه. بچهای آموزشگاه نمیدونم اسمش چی بود. هنرهای مفهومی. حقیقتش بدم نیومد. بچه‌های بدی نبودن. همونجا پسره به ام گفت میتونه کار دخترمون ببره جشنواره‌های خارجی. بعدم پیشنهاد سرمایه گذاری به ام داد. میگفت بیزینس پردرآمدیه، چون مشتری‌هاش همه از قشر مرفه. وقتی محرمیت خوندن دیگه کاملا بهش اعتماد کردن. دیروز دخترم با قرص میخواست تقصیر اون نیست، تقصیر منه. با توجه به اینکه عکس و مشخصات متهم توی روزنامه ها چاپ شده باید منتظر باشیم شاکی احتمالی دیگه هم بیان. بعد پرونده رو میفرستیم برای دادسرا. شما آدرس و مشخصات خودتون رو بیرون بدید، باهاتون تماس میگیره. چشم. خانم، با شما هستم خانم. اگه در رابطه با عکس چاپ شده تو روزنامه اومدی تشریف بیارید تو. بفهمید بشینید. شما صاحب این عکس رو میشناسید؟ فرشاد نیکپی، جلال مهری یا امیر سامه؟ میدونم سخته. اغلب شاکی‌ها اینجور پرونده ها از ترس آبروشون شکایت نمی‌کنن. فکر می‌کنن اینجوری جلوی آسیب بیشتر رو می‌گیرن. اما نمی‌دونم با این پنهونکاریشون به مجرما قدرت بیشتری میدن.
مثل همین امیر سامر که با خیال راحت رفته سراغ دخترهای بیشتر. مطمئن باشید تمام اطلاعات شما محرمانه برای همیشه باقی میمونه. حالا یه بار دیگه ازتون میپرسم، شما از این مرد شکایتی دارین؟ قربان، پرنده کم کسی دست درد نکنه. اینا پرنده های شکایت از همین آدمه، مال 5 سال پیش. این بندگان خدا 5 سال منتظر رسیدن یه همچین روزی هستن. اسامیری که یادداشت میکنم باشون تماس بگیرید، بگید مجرم پروندهشون دستگیر شده. بله بله. مریم کیبخت، مژگان پالیزبان، جلان تابش. میتونی بری. حالتون خوبه خانم؟ جلال تابش پدر منه. پدر شما از متهم به جرم کلاهبرداری و اخفال دخترش شکایت کرده. منظور پدرتون شما هستین؟ امیر سامه شوهر من بود 5 سال پیش. شوهر شما همزمان با شما با 2 خانم دیگه ارتباط داشتن خانم. چرا شما خودتون شکایت نکردین؟ برای اینکه من شکایتی نداشتم. چرا؟ چون از همه چی بیخبر بودم. یعنی پدرتون توی این مدت هیچی به شما نگفته؟ نه. ما موظفیم با ایشون تماس بگیریم و بهشون خبر بدیم. نه نه، پدر من الان بیمارستانه، قلبش عمل کرد. یه شکایت نامه بنویسید، زمینه شکایت پدرتون میکنیم. من میخوام ببینمش. این امکان نداره خانم. خواهش میکنم. خانم به من یه اجازه نمیده. خواهش میکنم، فقط یه دقیقه. با قاضی پرونده صحبت میکنم، ببینم چی میشه. بفرمایید. با
قربان رفقای منصور آوردم، همونایی که تو به هم ریختن کارخونه علیه تابش شعار داده بودن. اینا فرم مشخصاتشون. خیلی خوب، دونه دونه بفرستشون بر بازجویی. چشم. با منصور خاکپور فقط در حد سلام علیک. ببین دروغ اینجا کنترل میندازه. فیلم بگو بخندتون سر نهار با منصورم فراوون داریم. فیلم؟ چی با هم میگفتین؟ نقشه اختشاش تو کارخونه رو میکشیدین؟ نه به حضرت عباس. حال ما دوم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو؟ دروغ میگه آقا، من با منصور هیچ سر و سری نداشتم. حقمونو میخواستیم، نگران سهاممون بودیم. پول از کجا آوردی سهام بخری؟ اینجا نوشته یه خونه استیجاری داری تو خاک سفید. یه ارثی از بابامون بهمون رسیده بود. اسم بابات منصوره؟ آقا گفتیم که منصور به ما پولی نداده. تو گفتی و من باور کردم. مرد حسابی، با این پولی که از منصور گرفتی الان باید یه خونه داشته باشی تو شمرون، نه اینکه اجاره نشین باشی تو خاک سفید. بله آقا، منصور برامون خرید. خب به جای چی ازتون خواست؟ هیچی آقا، میخواست نظر کلگونده های کارخونه سهممونه بخورن. اگه میخواستن بخورن که کارخونه رو به هم میریختیم با اجازتون. کار غیر قانونی که نمی کردیم. مازی شمشیدی رو برای چی کشتی؟ آقا ما قد این حرفا نیستیم. تایه خلافمون نفس کشیدن، تایه تایشم سیگار. آقا ما روحمون بحث روحو مطرح نکن. مطرح نکن که من تو احضار ارواح استادم. استاد. اگه مهندس جمشیدی از کما در نیاد و بمیره پای شما گیره، اسم جرمتونم میشه آمریت در قتل. به هم ریختن و اختشاش تو کارخونه و کشتن مهندس جمشیدی جزء نقشه بوده. آمریت در قتل به گوشت خورده؟ ها؟ من نگاه کن، همه میگن از مهندس جمشیدی بعدت میومد. یک کم بارم تو کارخونه بهش فوش دادی. نه به قرآن، من همینجوری یه چیزی گفتم. همینجوری؟ همینجوری آدم به کسی فوش ناموس میده؟ آقا دروغ میگن. برای چی دروغ بگن؟ حتما منصور بهشون گفته که دست به یکی کنن. آقا که چی بشه؟ خب قتل رو بندازن گردن من دیگه. چرا؟ آقا حتما خودش کشتتش. چه نفعی براش داشته؟ لابد داشته دیگه. خب کله گنده بود، با کله گنده ها میپرید. کله گنده ها؟ کدوم کله گنده ها؟ چه میدونم. پس همینجوری هم زدی به جمشیدی دیگه؟ نگید آقا، من چیزی ندیدم، فقط شنیدم. چی رو شنیدی؟ که منصور داشت با یکی حرف میزد. از کجا فهمیدی کله گنده بود؟ خب مؤدب حرف میزد، چشم میگفت. همون روزی که رفتیم دفتر آقای تابش واسه اعتراض. پس از یکی دستور میگرفت. دستور قتل جمشیدی رو هم از اون گرفته؟ سلام. بذاریدش به یکی سیستم که بتونیم ازش رندر بگیریم. بفرمایی. سلام. تو کار و زندگی نداری این وقت روز پامیشی میای اینجا نامزد بازی؟ چه بد اخلاق. تو این بچه رو هوایی کردی، یه روز دیر میاد یه روز زود میره. این آدم تنها نیروی خوبیه که من دارم. فریبا، من حوصله لوسبازیاتو ندارم و به هادی هم مرخصی نمیدم. بفرمایید، امر دیگه ای هم مونده؟ اومده بودم برای دادن چک تسویه طراحی و اجرا. البته اومده بودم حالت هم بپرسم که میبینم ماشاءالله مثل همیشه اونق و بد اخلاق و بی اعصابی. یعنی که حالت خوبه. فعلا با اجازه. شبنم. بابا حالش خوبه؟
چیه؟ اتفاقا بابا میخواست حال جناب علی رو بدونه. احتمالا شبو میای به خوابش که روزو منو میفرسته ماموریت. در ضمن هوای شدن کارمندت هم گردن من ننداز خانم خوش اخلاق. خدا حافظ. خانم تابش؟ بله. خوبین؟ ممنون. میشه برای امروز عصر یه قرار با هم بذاریم؟ من همین الانم هم داشتم به خاطر بی‌نظمی شما تو کارتون توبیخ می‌شدم. اگه قراره که فامیل رئیس شرکت شین، نباید تو کارتون بی‌نظمی کنم. بله. شما چرا اینجا وایسادین؟ اون مستر شیت‌ها رو آماده کردین؟ مستر نکنه اون کارم من باید بکنم. من خودم از چیز نمیزنم با هاتون قرار میزنم. خدا حافظ. راستش میخواستم خودم از نزدیک ببینمشون و ازشون عذرخواهی کنم. این روزا سرشون خیلی شلوغه. قرار از این ساختمون برن. از شما از قول من ازشون عذرخواهی کنید. یه گرفتاری برام پیش اومد که نتونستم به موقع خودم رو برسونم. بهشون بگین که وضع مالی من این روزا بدجوری به هم ریخته. ممکنه نتونم ماه آینده به موقع اون پول رو برسونم. این چکم زحمت بکشین خودتون بدین دستشون. نمیخوام قضیه یه اون دفعه تکرار بشه. بله حتما. با اجازهتون. ممنونم. خدا نگهدار. داود، یه پرینت از تماس‌های منصور خاکپور میخوام. میخوام ببینم در زمانهای اختشاش کارخونه این با کی بیشتر حرف زده، از کی دستور میگرفته. سهامش هم احتمالاً براش خریدن مال خودش نیست. عکسشو به همه جاها غیر از زایشگاه بفرست. پاشو. ای بودو دیگه. باری کلا آقا یکی از بچه ها دهن وا کرد. کارگاه فهمیده که منصور از یه بالا دستی خط میگرفت. اونی که دهن وا کرده چقدر میدونسته؟ چیز زیادی نمیدونه. قضیه خرید سهام چی؟ اونم رو شده؟ بله آقا. اونا فهمیدن که منصور برشون میخریده. گفته باشن. کاراگاهی که احمق نیست میفهمه. منصور اصلا قد و قواره این چیزا نیست. خط تلفنی که من با منصور تماس میگرفتم؟ خیالتون جمع. ولی یکی از بچه های حبس کشیده است. دهنش شفته بست داره. یعنی چی؟ یعنی با پول باز بسته میشه؟ نه، مرامیه. چه اوضاعی شده؟ این پلیس هم خیلی کنه است. به پای منصور چی؟ اون آدم مطمئنیه؟ مثل اوقا بالا سرشه، جون بخوره خبر میده. من مطمئنم خط خونه منصور شنود میشه. این اگه از اونجا به خونه زنگ بزنه چی؟ نه آقا، روز اول گفتم تلفن ویلا رو قطع کنم. آقا
میخوای بگم بچه ها ترمز و ماشین یه دستکاری بکنن؟ نه نه نه، نمیخوام به من پیشنهاد مزخرف بدی. تام شدی منصور؟ اون احمق هم این کار نمیکرد، این بلا رو سر بهزاد نمیآورد، این اتفاقا نمیافتاد. برو برو سری به بچه ها بگو حواسشون به منصور باشه. من دلم نمیخواد امروز مجبور بشم یه نفر رو بکشم. چشم. سلام، وقت دارین امروز همدیگه رو ببینیم؟ فریبا تابش میتونسته یه کاری کنه که منصور و دار و دستش بشن سهامدار کارخونه و باباشو تحت فشار بذاره. میخوام باهات حرف بزنم دخترم. خیلی البته امیدوار نباش که بتونی زنتو ببینی. ممکنه تو بری بیرون زنت جای تو بیاد. دوست عزیزم، همه چیز تمام شد. محکوم شدم به 4 سال کار اجباری در زندان. راهی به پشت سر نگاه کن، گم شدم اینجا، بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو. هر بار سمت آدم ها دستامو وا کردم، این بار میگیرن به سمت قبله دستامو. گاهی به پشت سر نگاه کن، بغضمو بشکن. من دل بریدم از همه سمت تو رو کردم، از عمق جونم دستم و سمت تو میگیرم. دستامو محکم تر بگیر، من بی تو میمیرم. فکر می کردم به من پشت کردی، اما تو از من به احساسات من نزدیکتر هستی. من بد شدم، چشمامو بستم رو تو، اما تو با خوبیات روی بدی ها چشماتو بستی. ای تو قرار بیقراری های احساسم، با تو چه ترسی از غم و دلشوره ها دارم. وقتی که دستامو به سمت قبله میگیرم، از تو نمیشه لحظه ای چشمامو بردارم.